نگرانی ها از افزایش حفر خودسرچه های عمیق و جذبی فاضلاب در هرات نزد آگاهان محیط زیستی بلند است. برخی از آگاهان محیط زیست می گویند روند بیروی حفر چاهای عمیق و جذبی فاضلاب در هرات باعث آلودگی و پایین آمدن سطح آبهای زیرزمینی شده است. از سوی مسئولان اداره محیط زیست هرات نیز در این مورد ابراز نگرانی می کنند. اما ریاست آبرسانی از طرحهای پیشنهادیش به اداره محلی برای جلوگیری از حفر چاهای عمیق سخن می زند. همکارم با گزارش در این مورد. وجود چاهای فاضلاب در هرات تهدیدی که همواره در راستای حفظ و نگهداری آبهای زیرزمینی در این ولایت وجود دارد و به یکی از نگرانی‌های جدی شهروندان و آگاهان محیط زیستی مبدل شده است. به گفته ی آگاهان محیط زیستی، در بیشتر نقاط شهر چاهای جذبی فاضلاب به گونه خودسر از سوی برخی شهروندان حفره شده که این مسئله سبب می شود تا آبهای زیرزمینی آلوده شوند. آگاهان محیط زیستی در هرات از تداوم روند حفر چاهای جذبی فاضلاب هشدار داده و از پیامدهای منفی این روند روی آبهای زیرزمینی نگران هستند. در هر کوچه و محله که خانه های مسکونی بسیار زیاد اونجا هستند، حداقل میتونه 200-300 چاه وجود داشته باشه در هر کوچه و اینا، و 300 چاه فاضلاب میتونه خطرناک باشه برای آبهای زیرزمینی. و این مسئله به صورت سرسام‌آور مهار نشده، ساختمان سازی ها باید کنترل میشد، باید یک نظام منسجم وجود می داشت که اجازه نمی داد که چاه جذبی اینجا کنده نشه. و این در صورت مقدور بود که سیستم کانالیزاسیون شهری بسیار منسجم و پیشرفته جور می شد. از سوی هم آگاهان امور شهرسازی و ساختمانی مشکل اصلی در این ولایت را نبود ماسترپلان شهری و تأسیسات زیربنایی در ساخت شهرها می دانند. از دید آنان باید سیستم کانالیزاسیون در سطح شهرها به صورت معیاری ساخته و روند آبرسانی نیز باید به طور معیاری و صحیح برای شهروندان صورت بگیرد. این چاهای خودسرانه باعث همو آلودگی آبهای زیرزمینی شده، باعث کاهش سطح آبهای زیرزمینی می شود و خودش از این چالش‌زا هست که باعث امراض و اینا متاسفانه را خیلی افزایش داد. اگر ما بررسی کنیم تحت 10 سال متاسفانه امراض و مشکلات زیادی را همین چاهای اصلا بحث آبرسانی در هرات باید معیاری ساخته بشه. اگر آبرسانی در هرات معیاری ساخته شد و هرات ما و شما از بحران کمبود آب مرفوع بشد و قیمت آبی که امروز متاسفانه بالا بردن ایر پایین آوردن و تونیز شهروالی ما، شهرسازی ما و ریاست آبرسانی ما جلو کندنکاری چاهای عمیق خودسر بگیره، انشاءالله ما از کمبود آب هم جلوگیری میکنیم، از مریضی ها و عفونت های خاکی هم جلوگیری کردیم. با این همه اداره ی آبرسانی هرات میگوید که این اداره در صدد رفع این چالش در سطح شهر است و همزمان با این پیشنهادهای لازم نیز جهت معیاری سازی سیستم آبرسانی در هرات مطرح و در مورد این پیشنهادات نیز رایزنی‌هایی صورت گرفته است. با گفته یه مسئولان این اداره، در حال حاضر کار در مورد توقف روند حفر چاهای جذبی فاضلاب در نقاط مختلف شهر جریان دارد. طرحهای واضح پیشنهاد کردیم. اولین خواست ما خود بود که چای خودسر توسط اشخاص غیر مسلکی باید در سطح هرات متوقف میشه و همچنین برای بلند منزل ها، مراکز تجارتی، ادارات دولتی در اونجا که تولید مواد فاضله زیاد هست و اونا یک عامل عمده بر ملوثیت آبهای زیرزمینی میشه، برای از اونا باید سیستم های تصفیه فاضلاب غیر متمرکز ساخته باشه که عملا اداره ما در این قسمت دست به کار هست. در هرات و دیگر کلان شهرهای افغانستان برخی مردم آب آشامیدنی خود را از چاهای شخصی به دست می آورند. این چاهای آب در نزدیکی چاهای جذبی فاضلاب قرار دارند که از دید کارشناسان محیط زیستی امکان آلوده شدن آب آشامیدنی به مواد فاضله انسانی در این مناطق بسیار بالا است.